درگیر مبارزه ایست که استمرار تاریخی عاشوراست. در یک طرف خمینی دجال دین فروش و اوباش و مزدوران ددمنش او قرار دارند و در طرف دیگر انسانهای پاک باختی که سینه های گشاده آنان جایگاه مهر و عشق به خدا و خلق و کینه و نفرت از ذهن خلق است و در میان آنها خواهران و مادران ما جایگاه ویژه‌ای دارند و به راستی برای سازمان ما مایه افتخار است که مربی نسلی بود که در آن زن قهرمان ایرانی به درجه ای از تکامل و رشد و آگاهی و ایمان ارتقا یافته که با درک تفاوت عظیم میان توپاله‌ها و پسمانده های قرون وسطایی که خمینی جلاد به نام اسلام و قرآن عرضه می دارد با اسلام انقلابی و توحید ناب در مقابل او می ایستد و در این راه بار شکنجه و اسارت و شهادت را قهرمانانه می پذیرد. زنی که با آگاهی و ایمان و جسارت خیش پرده های ریا و فریب را از صورت خمینی خوناشام به کناری می زند و او را در جهان و در تاریخ افشا و رسوا می سازد. زنی که جز با زبان قهر با خمینی جلاد حرفی ندارد، پس قابل درک است که چرا خمینی دشمن خود را در چهره او می بیند و این چنین دست به کشتار آنها می زند. لعنت ابدی خدا و تاریخ بر خمینی باد که روی فرعون را نیز سفید کرد. چه فرعون اگر مردان بنی اسرائیل را می کشت، زنانشان را زنده می گذاشت، حالان که خمینی مرد و زن مجاهد هر دو را به جوخه اعدام می سپارد و حال ما بیان که مرعوب این جنایت ها و رذالت های خمینی گردیم، در دنبالی سوگند تاریخی زینب با قلبی سرشار از کینه و خشم، کینه و خشمی برآمده از خون شهیدانمان سوگند یاد می‌کنیم به نوباوگان دنیا نیامده فاطمه حسینی‌ها که در بطن مادر آماج گلوله‌های مزدوران خمینی شدند، سوگند یاد می‌کنیم به خون پاک نوباوگان شهیدمان همچون فاطمی مصباها، سوگند یاد می‌کنیم به سحرگاهانی که خیلی اسرا به شهدا می‌پیوندند، سوگند یاد می‌کنیم به اشک چشم یتیمان این انقلاب، سوگند یاد می‌کنیم به چشمان به راه مانده همه کودکان بیمادر، سوگند یاد می‌کنیم که تا پیروزی نهایی و حاکمیت خلق دست از مبارزه بر نداریم و تا سرود فتح و پیروزی را در گوش کودکان این آب خاک سر ندهیم، از پا ننشینیم و در این راه جز به انتقام تاریخی که زینب قهرمان نوید آن را داده نیندیشیم. تاریخ آبستن پیروزی خلق هاست. در زوزه های باد موزی شبانه، در شرشر جویبار که در رگ های شهر جاری است، در گام های افتان و خیزان نونهالان شهر، در رگ های آبی دست های پینه بسته، در صرف های پیاپی روستایی خسته از فقر و کار، در لبخند کریه سرمایه داران قاصر، در صدای جرینگ جرینگ قل و زنجیر های محکم شده بر پای زحمت کشان، در فرود آمدن چماق و گلوله سربی بر پیکر حقیقت جوی عباس ها و عین الله، در برای فریادهای یا للمسلمین پس کجایید مسعود؟
در جزوات سیاه، در رژه شکوهمند میلیشیا، در کوچه های دم کرده شهر، مشت گره کرده و مسلح خلق را، طلوع جامعه بی طبقه را از پشت قله های رفیع توحید، لبخند پیروزی و فتح را بر لبان خلق محروم و مجاهد خلق، این همراه راستین توده های مستضعف و دشمن دیرین صد کنندگان راه بهروزی می‌بینیم، می‌شنویم و احساس می‌کنیم.